خونخاری تروریستان و پکتیکای رنگین شده در خون جوانان، پاسخ دولت مردان و قربانیان حادثه تروریستی پکتیکا چیست؟ افغانستان دولت چی کوشش دی سولی دی پارکی معنای دا نده چی ظالمان بیرتا پر خلق باندی حاکمان بخاره در طالبان در پرس و حاکمان دا سولی پاکستان کار نده نور چیش کار نده روزن دا پاکستان را لگلی دی روزن پینزو پینزو سنده پر شایدان دی پیغو که دری زما دا تر زامن دی شایدان به مجموعه خبری ساعت ده با من یماس یاوش خوش آمدید. 54 زخمی از حمله انتحاری ولسوالی یحیی خیل ولایت پکتیکا به شفاخانه سردار محمد داوود آورده شدند. 17 تن این زخمیان کودکانند و وضعیت 12 تن زخمیان این رویداد نگران کننده است. مسئولان شفاخانه سردار محمد داوود میگویند که تا اکنون بیش از 100 تن از باشندگان پایتخت برای اهدای خون به زخمیان این رویداد آمدند. رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و مقام های دیگر حکومتی به دیدار این زخمیان رفتند. زخمیان رویداد یحیی خیل ولایت پکتیکا در شفاخانه سردار محمد داوود. 54 زخمی این رویداد که بیشتر آنان کودکان و نوجوانان هستند به این شفاخانه آورده شدند. این زخمیان بیگناه برای تماشای والیبال گرد آمده بودند. از میان این 56 زخمی 17 تن آنان کودکان و نوجوانان از 7 تا 14 ساله هستند. در این شفاخانه 17 تن از زخمیان رویداد یحیی خیل ولایت پکتیکا کودکان 8 سال الی 16 سال هستند که در اینجا دیده میشه که همه بستری هستند، حتی کودکانی هستند که تازه با لوازم بازی کودکانی خود آشنا شدند، بدون اینکه گناهی داشته باشند به تماشای بازی والیبال رفتن و آماج قرار گرفتند. این کودک شنواییش را از دست داده است. این مرد کودک خونالودش را خود به شفاخانه آورده است. دیما بچه زخمی ده جوانانی که برای تماشای یک بازی به میدان والیبال رفته بودند و اکنون در شفاخانه هستند، پاکستان را مقصر این حمله می دانند. در سول پاکستان کار ندی نور چیش کار ندی روژن در پاکستان را لگلی دی روژن سدا خلق تبا که دا 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 مسلمانان چوک در خطول مگو تای سر ورون دی که ندی پینزو پینزو سنده پر شایدان دی پیغو که دری زما در تر زمان دی شایدان یوم ورور زخمی ده او دری نپر نور زما در که زمان زخمی اندی در نخستین ساعتی که این زخمیان به این شفاخانه آورده شدن رئیس جمهور غنی به عیادت آنان می رود. پدری که یک پسرش را از دست داده است و دو کودکش زخمی هستند با رئیس جمهور غنی چنین میگوید: نور بمرکیز نور بمرکیز خو وطن بس دا وطن بس هر وی دا بمرګ باندې به خامخاس وینه توی نو کومل کوم نو بچ خبر. معاون اول رئیس جمهور نیز در دیدار با زخمیان این رویداد تعهد می کند که انتقام آنان را خواهد گرفت. رئیس اجرایی نیز در نشست شورای وزیران این عمله را سخت نکوهش می کند. جنایتکارا، تروریستا، کسایی که دشمنای افغانستان هستند و خائنین به ارزش های ملی و دینی کشور ما هستند، تحت هر نام، تحت نام طالب، تحت نام انتحاری، به هر نامی که هست، یک جنایت نابخشودنی را انجام دادند. مسئولان شفاخانه سردار محمد داوود میگویند که وضعیت 12 تن از زخمیان این رویداد نگران کننده است. هیچ آدم حکومتی در بین از اینا وجود نداره. گفتم که 17 نفر اطفال است پس مختلف ده اینا. هیچ بزرگ قومی ده این است، هیچ قریه‌داری ده این است
و هیچ کسی نیست که بتواند تارگت دشمن باشه در این وقایع. مقام های شفاخانه سردار محمد داود میگویند که دیشب در حدود 100 تن از باشندگان پایتخت برای دادن خون به زخمیان به این شفاخانه آمدند. دیشب اضافه تر از 100 ها نفر از مردم و اهالی کابل بدون از اینکه کدام مسئولیت مستقیم داشته باشند، افراد عادی جامعه ما در دروازه شفاخانه آمده بودند که میخواستن خون بدن. حمله ای که شب گذشته در میدان والیبال ولسوالی یحیی خیل ولایت پکتیکا رخ داد، جانهای بیش از 61 تن را گرفت و بیش از 50 تن دیگر را زخمی ساخت. این حمله واکنش های تندی را در درون و بیرون کشور نیز برانگیخته است. ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد، بریتانیا، کانادا و پاکستان و شماری از کشورهای دیگر این حمله را به شدت نکوهش کردند. در همین حال رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و شماری از وزرای سرپرست به پکتیکا رفتند و در آنجا با خانواده های قربانیان رویداد خونین ولسوالی یحیی خیل غمشریکی کردند. عبدالله در این دیدار میگوید که روند صلح به این معنی نیست که زورگویان دوباره به سرنوشت مردم حاکم شوند. آقای عبدالله تاکید می‌ورزد که با خانواده های قربانیان کمک صورت خواهد گرفت و دشمنان مردم در دنیا و آخرت زیان خواهند کرد. پکتیکا ولایتی که دو بار در سال جاری گواه جاری شدن جویی ها از خون باشندگانش بوده است. نخست حمله ارگون و اکنون حمله بر یک میدان ورزشی در ولسوالی یحیی خیل این ولایت. بیشتر قربانیان این رویداد مانند حمله ارگون این ولایت غیر نظامیان و کودکان بودند. بروز دوشنبه چرخبال های حامل مقام های بلندپایه دولتی و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی از کابل بلند شدند و بر خاک غمالود پکتیکا نشستند. آقای عبدالله را در این سفر شماری از وزیران سرپرست و شماری از نمایندگان مجلس نیز همراهی می کند. دشمنان در افغانستان و اینکه بیوزن و خلق پا وجل سر موفق کیجی نفس او دی دنیا او آخرت خسران نصیب کیجی تاسو. موږ او تاسو مسلمانان یو او دی حکومت دی مسئول پایس دی اجرایی ریاست دی مسئول پایس وایم چې دی افغانستان دولت چې کوشش دی سولې دی پاره کوي معنی دا نه ده چې ظالمان بیرته پر خلکو باندې حاکمان بقرر. اما همواره انتقادهایی از نبود اراده جدی دولت در برابر مخالفان و فراموش شدن مردم در گوشه و کنار کشور وجود دارند. زون تاش نور تاش تیا شپسوال باندی نه دکتر تا تاسو در کنی نی اشرف غنی در کنی نه کردی در کوا وچ تا جور سا حکومت تا یو خبر یا را ارتویس یا بمیمانیه یا طالب یم یونه می ورک دانیم ورکم دایم ورکم مگر دولت ما سره هیڅ هم کار نه ده کلی هیڅ شی نه ده کلی. حمله انتحاری خونین روز گذشته در ولسوالی یحیی خیل این ولایت ده ها کودک و جوان این مردم را به خاک و خون کشانید. این بار نیز بیشتر قربانیان و زخمیان این رویداد غیر نظامیان و باشندگان عادی این ولایت بودند. باقی سمندر فعال مدنی برای بحث بیشتر با ما هستند. خیلی خوش آمدین آقای سمندر. سلام به شما. خوش باشین. دولت مردان حکومت وحدت ملی چه پاسخی برای خانواده های این قربانیان دارند؟ شما میبینین یا میرن اونجا اشک تمساح میریزن. اشک تمساح میریزن. ما به تمام خانواده های کشته شده ها و زخمی ها از اینجا تسلیت میگم. غم از اونها غم ماست. این غم غم مردم افغانستان است. این غم ملی است. این ماتم ملی است. باید بیرق افغانستان فردا نیمه افراشته شود. در سر ارگ بیرق پایان شود، نیمه افراشته شود. این غم ملی است. این ماتم ملی است. و ماتم ملی با تمساح بودن فرق میکنه. ولی آیا میتونه این درد مردمی را که اون خانواده را که فرزندانش را از دست داده دوا بکنه؟ هرگز دوا نمیکنه. پس چه چیز دوا میکنه؟ دوا... چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ این است که بر ما روشن است که از ماست که بر ماست. کسایی که در ارک نشستن یک گروه معین تسلیم طلب خیرت به منافع ملی افغانستان
میان ارگ افغانستان و جنایتکارا رابطه مستقیم و ناگسستنی دارند. امنیت ملی افغانستان ادعا کرده که قلب گرم، مغز سرد و دست پاک داره. باید این جنایتکارا را تلفن‌هایشان را بفهمه، ایمیل‌هایشان را ببینه، توییترهایشان را ببینه، فیسبوک‌هایشان را پیدا کنه و چهره اساسی خیانتکارا را با مردم افغانستان برملا کنه. او وقت است که ما میتونیم یک مشت محکم باشیم در مقابل جنایتکارا. شما شاهد بودین در گذشته که یک چنین جنایتکارانی از زندان‌ها به سادگی رها شدند به عنوان حسن نیت برای کسانی که هر روز چنین حوادثی می‌آفرینند. شما می‌فهمین که یا همشان مارای داناستین هستن. گفتم که ستون پنجم جنایتکارا در ارگ جای داره. ارگ مرکز تملق، چاپلوسی و توطئه شده و این ارگ باید از وجود این آدم های شناخته شده پاک شود. یا معلوم الحال هستن، مجروریه نیستن. یا نو کسایی هستن که دست رئیس جمهور تا خانه یک جنایتکار در لاهور کشاندن، بغل کشی کردن که جنایتکارا رو بوسیدن. و اونا اشاره شما به ملا فضل الرحمن است. بله، فضلوی لوری، فضلوی پنجابی سرنوشت ما تسلیم میگره. مگر کابل تسلیم ناپذیر است، افغانستان تسلیم ناپذیر است. ولی چگونه رهبران میرن و با چنین افرادی که فتوای جنگ برای افغانستان میتن و فتوای انتحاری برای افغانستان صادر میکنن دیدار میکنن؟ برای اینکه دان از اینا پر عوض، اینا نان آیس آیا خوردن، اینا در بار آیس آیا بزرگ شدن، آیس آیا اینا را از کوچکی تا بزرگی تربیه کرده و آیس آیا با جنایتکارا یک جای این سرنوشت کرده. اینا به دامن ما پرورش یافتن. ما این رکه های ننگ باید از جامعه افغانستان دور کنیم، نگذاریم. و نمیتونه که یک خانم در فرا به پاخ است و جنایتکار را به خاک خون کشانید، باید تمام ورزشکارای افغانستان یک مشت واحد شوند. در میدان ورزش این جنایت صورت گرفته، نه در میدان جنگ. در مسجد میکشند، در خانقاه میکشند، در سرک میکشند، در روی خانه میکشند، با موتر ضد گلوله طرف هستند، با مردم عادی طرف هستند. طفل کوچک خردسال یا به خود کشند. ما غم ما غم از راست. ما حاضر هستم خون خود بتم در راه آزادی وطن، در راه پاک کردن وطن از لوس این جنایتکارایی که وطن فروختن و فروختن و بازم فروشن. مردم منتظر بودند تا حکومت وحدت ملی بیاید و یک چنین حوادثی را از راه برداره، اما ظاهراً این حکومت آمد و بعد درد مردم بیشتر افزود. چرا؟ هنوز حکومت وحدت ملی وجود نداره. هنوز ما در خلا زندگی میکنیم. کل مشاورین از اینجا است. کابینه تشکیل نشده. 50 روز میگذره، اینا نمیتونن بگن که وزیر کیست. در پارلمان معرفی کردن نمیتونن. به خاطر چی؟ اینانی تعلل و ناتوانی اینا در رهبری است که این بدبختی رو بار میره. اگه این تعلل در رهبری نباشه، ما این کار کردیم. خندق در بالاست، در ارگ است. این خندق باید از درون خود این لوس کثافت جنایت پاک کنه. تا به زمانی چگونه میشه پاک کرد این را؟ با یک انقلاب فرهنگی. با یک انقلاب فرهنگی که رسانه های دیداری، شنیداری، ناشنیداری بر مردم آگاهی بده که شما میتونید مثل مردم لوگر، مثل مردم ولی ظاهراً آقای سمندر، مردم آگاه هستند، میدانند با کی طرف هستند. این دولت مردان هستند که چشمشان را به حقایق بستند و بر دنبال این هستند که آنچنان که شما میگین یک معامله تن به تن. مردم به دولت مردای ارگ درس داد. امشام در فرا یکی کشتن، نو تا کشتن. مردم در طول تاریخ افغانستان همیشه در میدان جنگ آزار بدن، اما در سیاست به اونها خیانت شده. اگر در جان من لباس پرخون هست، در سیاست همیشه لباس چرکین می پوشم، به خاطر اینکه رهبری سیاسی همیشه به این مردم خیانت کرده، همیشه. و این خیانتکارا با در جای خود بشنه و مردم دیگه هوشارتر شوند، بیدارتر شوند و نگذارن که به سرنوشتن چهار تا خود فروخته عامل جنایتکار و عامل استخبارات مناطق مختلف بازی کنه. ولی چگونه میشه دوست را از دشمن تفکیک کرد؟ ساده است، بسیار ساده است. دوست همیشه فریب نمیتاده. میگه دوست تو را میرنجانه، مثل آینه پیش رویت است. دشمن آینه نیست، شانه است. میاد شانه میکنه، پیشترت میبره. این جز ادبیات افغانستان است. دوستایی که شما را میخندانند نه دوستان نیستن. دوست او کسی تو را گریه میکنه. اشرف غنی احمدزی از ما کدام دوره از مکتب بیا برامده کسایی در گردش است. ما هم دیگر خوب میشناسیم از طفولیت. در وقت امر او پست مرا در جنگ گرفته و معذوره. من میگم که در ارگ سلطنتی با تصمیم گرفته شده که اشک تمساح نریزن، با حال مردم دیگه یک قسم گریه نکنن، بلکه تصمیم سیاسی بگیرن که در پای جنایتکار نفتن، دستای جنایتکار نبوسن و با جنایتکارا سازش نکنن. بگن افغانستان سرزمین است که استقلال خود و آزادی خود به هیچ قیمت با هیچ کس معامله نمیکنه.
با هیچ کسی، با هیچ قدرتی. در گذشته معامله نکرده، ولی معامله نمیکنه. و آقای سمندر، تا چه زمانی باید شاهد این گونه رویدادها بود در افغانستان؟ زمانی که جوانای این سرزمین باید بیدار شوند، در قدم اول تمام کلوپای ورزشی افغانستان مشت واحد شوند، استاد شوند. ظاهرن که جوانان آگاه هستند و استاده هستند و هر روز هم قربانی میتن. مشکل جای دیگه است که شما پیشتر گفتین ستون پنجم در ارک وجود دارد و نهادهای تصمیم گیر در افغانستان. ببینین، جوانا باید به ستون پنجم فشار بیاره، به عنوان نیروی فشار. به ستون پنجم در ارگ هستی، در تمام دوار افغانستان، خصوصا در وزارت دفاع افغانستان، وزارت داخلی افغانستان، امنیت افغانستان، اونا عناصر نفوذی خود دارن. این عناصر نفوذی باید جوری کشته پاک شود. شما خس خاشاک با آسانی نمیتونین از جا برید، باید اینا پاک کنین. این باید پاک شود. این پاکاری در اثر یک انقلاب فرهنگی میشه که مردم آگاه شود. افغانستان سرزمین تسلیم ناپذیر است. افغانستان تسلیم پذیر نیست. مردم ما حاضر نیستن که باز خون بتن تا چهار جنایتکار دیگه در گنونش در خرخریش بشینه حکومت کنه. بس است دیگه، جنایتکارا باید بفهمن که این سرزمین سرزمین کسایی است که میفهمین اولین شعر فارسی چی است دیگه؟ نه، اولین شعر فارسی از زنزله است. من از مسجد زنزله میام آمدم، میگه مهتری گر به کام شیر درست، شو خطر کن ز کام شیر بجوی، یا بزرگی و اذن تجا، یا میچ مردانت مرگ رو یا روی. سپاسگزار از شما باقی سمندر، فعال مدنی، ممنون از حضورتان. تشکر از شما. حمله انتحاری ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا از سوی شبکه یقانی سازماندهی شده بود. ریاست عمومی امنیت ملی با نکوهش این حمله میگوید که طراحان این حمله قاری عمری و ملا رحیم الله مشهور به ملا کبیر از باشندگان ولسوالی یحیاخیل هستند. در درازای 4 ماه دو حمله خونبار در پکتیکا پرسش هایی را برانگیخته است. چرا این حمله ها در پکتیکا غیر نظامیان را آماج قرار می دهند و در مکان های عمومی انجام می شود؟ ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که این حمله از سوی آن اعضای شبکه حقانی طراحی شده است که باشندگان ولسوالی یحیاخیل پکتیکا هستند. طراحان اصلی حمله هر یک قاری عمری و ملا رحیم الله که مشهور به ملا کبیر هستند، مربوط شبکه حقانی می باشند و شخص انتحار کننده به نام اسماعیل یاد میشد. ملا کبیر پسر کریم خان خود باشنده همین قریه غیبی خیل ولسوالی یحیاخیل میباشد که این حمله را راه اندازی نموده. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که در 2 ماه اخیر این ریاست از وقوع در حدود 11 حمله مشابه حمله دیروز ولسوالی یحیاخیل در ولایت پکتیکا جلوگیری کرده است. اما این اعضای شبکه حقانی که باشندگان ولایت پکتیکا هستند و با انجام و طراحی این حمله ها در مکانهای عمومی هم روستاییان خودشان را میکشند، از کیها دستور میگیرند؟ قاری میرحمد مشهور به چوتا مصطفی، قاری عمری و ملا رحیم الله یا مشهور به ملا کبیر، اینا تحت فرماندهی والی نامنهاد شبکه حقانی در ولایت پکتیکا فعالیت های تروریستی خود را راه اندازی میکنند و اینها بزرگترین قاتلین مردم شریف پکتیکا هستند که اینا خود زاده همون ولایت هستند. همه تا میفهمیم دشمن مردم افغانستان ایره پلان کرده و مسئله کاملا سیاسی بوده. اگر یک کمی عمیق‌تر فکر کنیم جواب بردن کرکت ماست، من دیگر نام نمیگیرم، زیاد کار نمیزنم. ما شاهد گفتارهایی در بیرون از افغانستان در هفته گذشته بودیم که گفتن جهاد در افغانستان رواست. امیا عاملین همونطور حوادث هستند. پدی که دی پکتیکا ز دخل ارگانونه ملامت دی، والد پکتیکا، کماندان دی پکتیکا، ریاست امنیت پکتیکا دا مطلق ملامت دی، مطلق باید جواب وای دا. اصلا تقصیر دی دوی دا، اصلا مسئولیت دوی ته مواجه کی که دوی وای طالبان دا ولی کوي، طالبان ګورې لایان دی، دی هغو همکار دغه دا کسب دغه دا، ملکیان وزنی، خلق وزنی، وحشت اچوي. برخی از نمایندگان پکتیکا در مجلس نبود یک راهکار جامع نظامی و استخباراتی را در ولایت پکتیکا از انگیزه های اصلی این حمله ها می دانند. یک پلان استراتژی امنیتی به ولایت گرفته شد. آدم های مسلکی با سیستم نظامی، با سلاح نظامی، با آگاهی نظامی، برزی که سرحد افغانستان است، باید پلان داشته باشند.
در 4 ماه اخیر این دومین حمله خونبار در ولایت پکتیکا است که این بار در میدان والیبال رخ داد. در ماه رمضان امسال ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا گواهی یک حمله انتحاری و منفجر شدن 4 بیرر پر از مواد انفجاری بود. این حمله بازار شهر ارگون را به کلی ویران ساخت و باشندگان این ولسوالی را به سوق نشاند. در این حمله نزدیک به 200 تن کشته و زخمی شدند که همه غیر نظامیان بودند. اما در همین حال یک زن در ولایت فراد در یک درگیری با طالبان 25 طالب را کشت و 5 طالب دیگر را زخمی کرد. ریزگل میگوید هنگامی که طالبان پسرش را که پلیس بود کشتند و میخواستند پاسگاه امنیتی را به دست گیرند، وی خودش را به این پاسگاه رساند و در یک درگیری 7 ساعته با کمک عروس، شوهر و پسرش مهاجمان را شکست سخت داد. فرمانده پلیس فرا شجاعت این زن را یک حماسه ماندگار میخواند. مهر و محبت مادری اگر به خشم مبدل شود، شاید اتفاقی بیفتد که در تصور هم نمی گنجد. طالبان پسرش را در برابر چشمانش به گلوله بستند. گلویش را بغض می گیرد و شاید برای نخستین بار ناگزیر می شود در پشت فرمان جنگ‌افزار قرار بگیرد و با گروهی از هراس افکنان به پیکار برخیزد. پسر ریزگل مسئول یک بخش کوچک پلیس در این روستا بود. تا وقت رک برک ما بخمای جون دادی و چیگک جون مرگ شی هنو یاله نده بچی یک ما همون جی ما بم بتیم خواک خو تا زنده باشی جون دادی چی کردی امی پاسی خور ما یاله ندادی. ریزگل تنها نیست، دختر و عروسش نیست خودشان را به پاسکو می رسانند و جنگ افزار به دست می گیرند. آتشباری آغاز می شود. این آتشباری خشم‌آمیز دمی هم خاموش نمی شود. شاید هراس افکنان دریافتند که دیگر توان رویارویی با این مادر خشمگین را ندارند، اما هراس افکنان دست از جنگ بر نمی دارند و آخرین توانشان را به کار می گیرند. مور جنگ که نرنه مو سنگر تا بود سنگر پرچپه که لاره دوگت پا خونی تا لاره مور جنگ و سرط مور که مرموی مور سرط سرخ والی چنتی مور سرط سرخ والی نرنجکان مور غرز و امانون مور غرز والی خبال نرنه سر مقوامه که وی چه پرانه سی پاسد نیونه سی ده پیکا زربی و مرموی پر ووالی چه غسره ده سوری سوری که باید پر طالبان باندې دلته په سرای کې ناری ولې پر نور چې نارنجا کور و غرزو به میو غم پر وو دی سرای ته ور و غرزو دی سرای ته ور و غرزو تر لس بجو پوری تر ولس خو پر دولړ پر سنگر دولړ سنگر چې پر چوا پاکه راښته سولاد لاندې دغه پکا پر و چلو. درگیری تا نیمه های شب ادامه می یابد، اما توان ریزگل هنوز هم بلند است. 25 طالب را می کشد. طالبان همه بسیار سراسیمه می شوند. پر اولو سو بجو می زوی شهید سو زده زوی ده شهادت پا کسه که نسو ما چون چیز ما سره ده افغانستان ده خوری می نوا او ده پلیسو می نرا سره و او ده ده ملالی وطن و ده لویشتی لویشتی اما دی پا وکده نو ما ول چیز سر ور کوم سنگر نور کوم. در گوشه دیگر شوهر ریزگل آتش نبرد را در برابر هراس افکنان شعله‌ور نگه داشته است. میگویند حاضر هستند تا همه خانواده جان بدهند، اما نگذارند دیگر پای طالبان بر این بخش برسد. حتی کوچکترین عضو این خانواده هم در این نبرد نابرابر شرکت کرده است. تنها وظیفه‌اش آوردن گلوله به پدرش است. پاکستان مزدوران نه د بډاګیا نه څوک ډوډۍ نور کی څوک په ناس نه ساتي دوی رزغلي موږ دا سره جنگ کو څوک نه پرچ موږ د خاور دی پاته راشي موږ وژن موږ جنگ سره کو. کارنامه این خانواده اکنون به نماد از شجاعت مبدل شده است. به هر سو که بنگری حکایت های از کارکرد این خانواده به گوش می رسد. برای ولایت فرا، برای در مجموع، برای مردم فرا و برای خانواده پلیس افغانستان این حماسه بی‌نظیر است که خانواده از خود نشان داده. طالبان بارها با نظامیان افغان درگیر شدند، اما این درگیری تلخ‌ترین خاطره این گروه در ولایت فرا خواهد بود. بسیاری ها زنها را جنس ناتوان می نامند، اما کارنامه ریزگل این گفته ها را یکسره زیر پرسش برد و از توانایی های شگفتی انگیز زن پرده برداشت. پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره برمی گردیم. باز هم خوش آمدید. یک انفجار در منطقه قابلبای شهر کابل امروز باز هم در میان مردم ترس و وحشت آفرید. در این انفجار یک موتر حامل سربازان آمریکایی آماج قرار گرفت و 2 سرباز این نیروها کشته شدند. شاهدان این رویداد میگویند که در این انفجار
دو غیر نظامی افغان نیز زخم برداشتند. پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم. باز هم خوش آمدید. و در یک انفجار در ولایت کندوز شش غیر نظامی کشته شدند و شش تن دیگر زخم برداشتند. مقام ها در ولایت کندوز میگویند که عصر امروز مواد منفجره در یک موترسایکل جاسازی شده بود در کنار یک موتر پلیس در برابر شفاخانه ولسوالی دشت ارچی ولایت کندوز منفجر شد. در این رویداد شش غیر نظامی به شمول دو زن کشته شدند و شش غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. سپاسگزارم از همراهی شما. شب بر همه ایتان خوش. خونخاری تروریستان و پکتیکای رنگین شده در خون جوانان، پاسخ دولت مردان به قربانیان حادثه تروریستی پکتیکا چیست؟ شپوسوال باندې نه ډاکټر تا تاسو درکې نه اشرف غنی درکې نه کرزی درکې وڅ ته جوړ سا ګمته یو خبره وکړه یونه می ورکه دیانیم ورکم دیانیم ورکم مگر دولت ما سره هیڅ هم کار نه کوي هیڅ شی هم نه کوي. افغانستان دولت چې کوشش د سولې لپاره کوي معنی دا نه ده چې ظالمان بیرته پر خلکو باندې حاکمان بخره. د طالبان د خاصو حکومت دا سول پاکستان کار نه دی، نور د چیش کار نه دی، روزنده پاکستان را لګلې دی روزنده. 55 نفر شهیدان دی، په هغه کې 3 زما د تر زامن دی شهیدان.